در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. واکنش تند مسکو و تصمیم واشنگتن مبنی بر اعمال تعزیرات بر روسیه. استراتژی ایالات متحده برای جنگ افغانستان نیازمند تغییر جدی نیست. تازه‌ترین بیانات مقام ارشد نظامی ایالات متحده در مورد و تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی و نیروهای ویژه پلیس در شهر جلال آباد. سلام، سرزیو هستم. با برنامه خبری امروز پنجشنبه 9 ماه آگوست سال 2018 خوش آمدید. برنامه امروز در فیسبوک دری صدای آمریکا نیز به گونه مستقیم نشر میشه و از شما امید میبریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران به کره شمالی گفت که به ایالات متحده اعتماد نکند. آقای روحانی این مطلب را در دیدار با ری یانگ هو وزیر خارجه کره شمالی در تهران بیان کرد. رئیس جمهور ایران همچنین افزود که کارکردهای اخیر حکومت ایالات متحده سبب شده تا این کشور در سطح جهان یک کشور غیر قابل اعتماد و غیر قابل اعتبار تلقی شود. حسن روحانی گفت که ایالات متحده به تعهداتش عمل نمی کند. بر بنیاد گزارش رسانه های ایران، وزیر خارجه کره شمالی نیز در دیدار با آقای روحانی گفت که خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران خلاف قوانین و مقررات بین المللی بوده است. رئیس جمهور ترامپ در ماه می کشورش را به دلیل مداخله ایران در منازعات سوریه، عراق و یمن و برنامه انکشاف میزایل های بالستیک ایران از توافقنامه هسته‌ای با این کشور بیرون کرد. و در موجی از تعزیرات اخیر علیه کشورها و اتباع خارجی، ایالات متحده آمریکا این بار روسیه را هدف قرار داده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که تا چند روز دیگر موجی از تعزیرات جدید را علیه مسکو وضع خواهد کرد. واشنگتن دلیل این کار را استفاده از سلاح کشنده کیمیایی توسط مسکو برای کشتن یک جاسوس سابق روسی و دخترش در بریتانیا خوانده است. حکومت روسیه این اقدام ایالات متحده را تقبیح کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد همکارم سید عزیز النهبان دنبال کرده و همکنون از مقابل امارات کانگرس در برنامه با ما. حسن عزیز جان سلام و دوباره خسته نباشین. تازه در این جزئیات از واکنش های مسکو در این مورد چه بوده؟ تشکر آقای ضیا. مسکو تعزیرات از جانب واشنگتن را خلاف قوانین بین المللی خوانده و گفته که هیچ سند وجود ندارد تا دست داشتن روسیه را در استفاده از سلاح کیمیایی در قلمرو بریتانیا نشان بده. مسکو همچنان با اقدام تلافی جویانه در برابر واشنگتن هشدار داده، اما واشنگتن باز میگه که اسناد و شواهد و مدارک کافی را در اختیار داره که نشان دهنده دست داشتن روسیه در حملات کیمیایی اخیر در بریتانیا میباشه. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که موج تعزیرات تازه علیه مسکو را از تاریخ 22 ماه آگوست تطبیق میکنند. البته این در حالی است که قبل از این نیز ایالات متحده در ارتباط به عین موضوع ده‌ها دیپلمات روسیه و کارمندان سیاسی آن کشور را از قلمرو خود اخراج کرده بود. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفته است که با دلیل استفاده از سلاح کشنده کیمیایی نوویچوک توسط مسکو، موجی از تعزیرات جدید را علیه روسیه وضع خواهد کرد. قبل از این حکومت بریتانیا در ماه مارچ امسال ادعا کرده بود که روسیه در تلاش برای کشتن سرگی اسکریپل، یک جاسوس سابق روسیه، و دخترش یولیا در خاک بریتانیا از سلاح کیمیایی نوویچوک استفاده کرده است. حکومت ایالات متحده گفته است که روسیه با استفاده از سلاح کیمیایی قوانین بین المللی را نقض کرده است. دفتر تریسامه صدر اعظم بریتانیا با نشر یک اعلامیه گفته است که این اقدام واشنگتن یک پیام واضح را برای روسیه میفرستد که رفتار تحریک آمیز و خطرناک آن کشور بی پاسخ نخواهد ماند. اما قصر کرملین اقدام واشنگتن را تقبیح کرده و آن را در تضاد با فضای سازنده ملاقات اخیر میان رهبران هر دو کشور خوانده است. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفته است که از دیدگاه ما تعزیرات فعلی و قبلی کاملا غیر قانونی بوده و با قوانین بین المللی مطابقت ندارد. با وجود آنکه سرگی اسکریپل جاسوس سابق روسیه و دخترش یولیا از حمله زهری ماه مارچ صحت یاب شدند،
اما 3 ماه پس از آن دو تن دیگر نیز با عین مواد کیمیاوی زهرآلود شدند که در نتیجه یک تن آن زندگی خود را از دست داد. صدر اعظم بریتانیا بعداً خواستار تحقیقات کامل در مورد مطمئنم که قانونگذاران بریتانیا در فرستادن پیام همدردی به خانواده قربانی این حادثه با من یک جااند. پلیس و ادارات امنیتی تلاش دارند تا حقایق کامل را که حال بررسی یک قضیه قتل می باشد دریابند. در تصاویر گرفته شده توسط کمره های آن دکانی که گمان می رود قضیه اخیر در آن رخ داده است، مسئولین امنیتی بریتانیا دو فرد را شناسایی کردند که گفته می شود اتباع روسیه اند. با وجود آن که روسیه هر نوع دست داشتن در این قضیه را رد کرد، اما تحقیق کنندگان بریتانیوی حکومت روسیه را مسئول تلقی کردند. بریتانیا همچنان از متحدین خود خواست تا مسکو را به خاطر انجام حملات کیمیاوی تقبیح کنند. حقیقت این است که روسیه در خاک بریتانیا حمله ای را انجام داده که باعث کشته شدن یک بریتانیوی شده است. این چیزی است که فکر می کنم به خاطر تقبیان جهان با ما یک جا خواهد بود. حکومت بریتانیا همچنان در واکنش به این اقدام روسیه 23 دیپلمات آن کشور را اخراج کرد و به شمول ایالات متحده برخی از کشورهای دیگر جهان نیز در حمایت از موضع لندن دستور اخراج شماری از دیپلمات های روسیه را از خاک خود صادر کردند. خب، ایالات متحده در حال موج تازه از تعزیرات علیه مسکو را اعلام کرده که رئیس جمهور دونالد ترامپ در تلاش به خاطر بهبود روابط بین هر دو کشور است. اما وزارت خارجه ایالات متحده ایر نیز گفته که اگر تا 90 روز آینده روسیه ای اطمینان را نده که در آینده از سلاح کیمیاوی یا استفاده نمیکنه یا حملات کیمیاوی را در کشورهای دیگه انجام نمیده، ممکن که موج دیگه از تعزیرات را نیز علیه مسکو اعلام کنند. آقای زیا. عزیز جان تشکر از شما. بخیر و خوش، خسته نباشید. تشکر. عمران خان صدر اعظم احتمالی پاکستان خواستار روابط قابل اعتماد بین اسلام آباد و واشنگتن شد. پس از آن که واشنگتن اسلام آباد را به همکاری با گروه‌های افراطی و حمایت از طالبانی که در افغانستان می‌جنگند متهم کرد، روابط بین دو کشور تیره شده است. عمران خان که قرار است هفته آینده به حیث صدر اعظم پاکستان در صورت احتمال سوگند وفاداری یاد کند، دیروز با جان هوفر سرپرست سفارت ایالات متحده در اسلام آباد دیدار کرد و گفت که فراز و نشیب‌هایی از سیاسی اعتماد بین واشنگتن و اسلام آباد را متاثر ساخته است. آقای خان در این دیدار روی وضعیت افغانستان نیز صحبت کرده و گفته است که برای ختم جنگ در افغانستان نیاز به راه حل سیاسی است، نه ادامه جنگ. تیره شدن اخیر روابط بین اسلام آباد و واشنگتن همچنین سبب شده تا ایالات متحده کمک‌های نظامی خود را به پاکستان کاهش داده و تمام برنامه‌های تبادله آموزش‌های نظامی خود را با اردوی پاکستان نیز به حالت تعلیق درآورده است. اما جنرال جوزف ووتل، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، میگوید که استراتژی کشورش برای جنگ در افغانستان و منطقه نیازمند تغییر جدی نیست. آقای ووتل دیروز به خبرنگاران گفت که کمپاین استفاده از فشارهای نظامی، اجتماعی و سیاسی به خاطر ترغیب طالبان به مذاکره هنوز ممد است. با گفته او، جنرال سکات میلر که قرار است جانشین جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان شود، فرصت خواهد داشت تا بررسی‌های خود از وضعیت جنگ در آن کشور را انجام دهد. آقای ووتل تأکید کرد که فشار به خاطر مصالحه جریان داشته، اما جنگجویان مربوط به شاخه داعش در افغانستان شامل طرح مصالحه نخواهند بود. او گفت که صدها جنگجوی گروه مرتبط با داعش که هفته گذشته در ولایت جوزجان به حکومت افغانستان تسلیم شدند، اسیران جنگی اند، نه مهمانان با افتخار و به خاطر جرایم مرتکب شده ایشان پاسخگو خواهند بود. نیروهای خاص وزارت داخله افغانستان اکنون به جای اردوی ملی در شهر جلال آباد فعالیتشان را برای تأمین امنیت این شهر آغاز کردند. رئیس جمهور غنی بعد از وقوع چندین تهاجم و حمله انتحاری دستور داده بود تا اردو به جای پلیس امنیت شهر جلال آباد را تأمین کند. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار صدای آمریکا از جلال آباد گزارش دارد. پس از آن که وضعیت امنیتی شهر جلال آباد وخیم شد، برای ماه نمودن یان با دستور رئیس جمهور غنی نیروهای اردوی ملی امنیت مناطق شهرنشین را به دوش گرفتند. ولی با آمدن نیروهای خاص وزارت داخله، اردوی ملی مسئولیت های نگهداری مناطق شهری را به این نیروها واگذار نمود.
اکنون در جاده‌های عمومی شهر تلاشی‌های جدی نیروهای خاص وجود دارد. اینها وسایط بدون اسناد، دارای فیلم‌های سیاه، مردان مسلح و حتی وسایط دولتی و پارلمانی را نیز بررسی می‌کنند. این نیروها تنها در شهر جلال‌آباد و ولسوالی‌های نزدیک به شهر فعالیت می‌کنند و هدفشان سرکوبی همه گروه‌های مخالف دولت و قانون شکنان است. آغاز فعالیت نیروهای خاص با استقبال گرم شهروندان روبرو است. ما خوشحال هستیم که سپیشاپور چیز آمده و تلاشی میکنه شیشه سیاه گیست اونو را میده میکنه و تلاشان را میگیرد دیست نوز مردار را میگیرد نیجا تلاشی میکنه دیست بسیار خوشحال هستیم. ما خوش هستم که شما تلاشی کنه که وطن آرام شود. مقامات میگویند نیروهای خاص تنها برای تطبیق قانون، توقف تخطیهای فراقانونی و جلوگیری فعالیتهای مخالفان مسلح دولت در مناطق شهری وارد این شهر شدند. نیروهای اردوی ملی افغان در مناطق دورافتاده با کمک نیروهای هوایی آمریکا در برابر داعش می‌جنگند، ولی از حضور نیروهای خاص آمریکایی در این ولایت مقامات آگاهی ندارند. چار وزارت ځنګړي ځواکونه د ملي اردو ځواکونو پر ځای دوی عمل په جلال آباد ښار کې د وضعیت د ښه والي، تروریستي ډلو د له منځه وړلو او د قانون د تطبیق په موخه خپل اقدامات پیل کړل. دوی به د اړتیا له مخې او د ورکول شوي پلان له مخې په مرکز او په هغو سیمو کې چې دوی ته ورکول شي عملیات ترسره کوي. روی اظهارات مسئولان نیروهای خاص وزارت داخله روی پلانی که دارند فعالیت های گوناگونی ضد مخالفان دولت و قانون شکنان در نقاط مختلف شهر و ولسوالی های نزدیک بان دارند و طبق پلان آن را اندازی می کنند. ارگ اعلام کرد که رئیس جمهور غنی سیستم رادار جدید میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را امروز افتتاح کرد و بدین طریق پس از 25 سال مدیریت کنترل حریم فضایی افغانستان به دست افغان ها قرار گرفت. رئیس جمهور غنی گفت که استقلال فضایی از تعهدات مهم حکومت بود که امروز عملی می شود. مدیریت حریم فضایی افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی به دست نیروهای خارجی بود. خبرنامه ارگ به نقل از آقای غنی گفته است که هزینه خدمات هوایی در گذشته بالغ بر صدها میلیون دلار بود، اما امروز با استفاده از تکنولوژی جدید به دست افغان ها هزینه خدمات هوایی کمتر، کیفیت آن بلند و درآمد آن افزایش می یابد. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. با ادامه جنگ برای روز دوم در نوار غزه، فلسطینیان ده ها راکت را بر اسرائیل شریک کرده و اسرائیل در تقابل چندین حمله هوایی را بر غزه انجام داد. مقامات فلسطینی گفتند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیلی حداقل 3 نفر با شمول یک عضو گروه حماس، یک زن حامله و کودک 18 ماهه او جان داده و کم از کم 5 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. در مراسم خاکسپاری مادر و کودک که امروز کشته شد، هزاران فلسطینی دست به اعتراضات گسترده زدند. اردوی اسرائیل گفته است که در نتیجه راکت پرگانی های فلسطینیان حداقل 7 غیر نظامی در جنوب اسرائیل زخمی شده است. سازمان ملل از بدتر شدن اوضاع در صورت ادامه مناقشات در منطقه هشدار داده است. دوستان، دیروز چهارشنبه صدای آمریکا میزبان یک نشست جوانان بود که هدف آن تمرکز روی نقش و تأثیر جوانان در سیاست‌های کشورهایشان و دادن اهمیت و ارجعیت به جوانان در عرصه سیاسی برای آوردن تحول بود. گزارش صدای آمریکا را همکارم نجیب خلیل در این مورد دنبال کرده. نیوزروم در شهر واشنگتن دی سی روز چهارشنبه میزبان نشست جوانان بود که در آن روی دشواری‌های فراراه جوانان در جهان صحبت صورت گرفت. اندایا ماندلا، نواسه نلسون ماندلا، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی، در این بحث از شهر نیویورک سهم گرفت. نه تنها کار برای جوانان نیست، بلکه جوانان هم هستند که به دلیل عدم قابلیت حرفه‌ای بیکارند. به همین دلیل ما از طریق نهاد خود برای جوانان حرفه، تکنولوژی و کاریابی را فراهم می‌سازیم. اطلاعات اخیر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از نیم نفوس جهان زیر سن 30 سال می‌باشد، اما بیش از 66 میلیون آن بیکار هستند.
نسرین علی محمد میگوید ایجاد فرصت‌های کاری به مفهوم تغییر نظریات در مورد زنان و مردان شاغل است. ما قضایایی داشتیم که وقتی می‌خواستیم خانم را کمک کنیم تا شغل خود را آغاز کند و هم قابل و هم علاقمند بود، اما شوهرش اجازه نمی‌داد. این یک بحث خانوادگی است. ماریا توربیکای وزیر، اولین زن پاکستانی بازیکن اسکواش، باور دارد که ورزش جوانان را در توانمندی آیندهشان کمک می کند. بر این باورم که افرادگرایی و دهشت‌افکنی چیزی است که می شود با ورزش با آن مقابله کرد. و تعلیم و تربیه معلومدار بسیار مهم است. فکر می کنم ورزش و تعلیم و تربیه هر دو کمک می کند. مزمل شنواری، کاندید انتخابات پارلمانی افغانستان، در مورد آینده اظهار خوشبینی می کند. امیدوارم که اکثریت پارلمان بعدی نسل جوان خواهد بود، یعنی پایین تر از سن 36 سال. اما یک فعال تونسی که در این نشست حضور داشت گفت که آینده مربوط به فعالیت‌های جوانان و اقدامات آنهاست. فرصت‌ها و وضعیت بهتر از آسمان نمی‌افتد. ما باید برای آن مبارزه کنیم. این گردهمایی در نیوزیوم به میزبانی صدای آمریکا فقط چند روز قبل از روز جهانی جوانان صورت گرفت. 12 ماه آگوست روز جهانی جوانان است و این روز در حال فرا می‌رسد که توجه به موضوعات فرهنگی و سیاسی جوانان در سرتاسر جهان متمرکز است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. زلزله دیگر امروز جزیره لامبوک اندونزیا را به شدت تکان داد و به گفته مقام های اندونزیایی آمار تلفات ناشی از 100 زلزله پیهم از یکشنبه گذشته تا کنون به 319 نفر رسیده و صدها نفر دیگر زخمی شده است. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا شدت زلزله روز پنجشنبه در اندونزیا را 5.9 ریکتر تعیین کرده است. رسانه های اندونزیایی تصاویر لحظات پس از زلزله را نشر کرد که سراسیمگی باشندگان وحشت زده یه جزیره لامبوک و فرو ریختن ساختمان های صدمه دیده از دو زلزله چند روز پیش را نشان میداد. سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث در اندونزیا به خبرنگاران گفت که پس لرزه امروز صدمات بیشتری را بر مردم و ساختمان های جزیره آسیب دیده لامبوک وارد کرده، اما سبب ایجاد سونامی نشده است. در ولایت خوست برخی دیاقین تربوز میکارند. آنها میگویند فروش تربوز عاید مناسب دارد و بدیل خوبه برای کشت کوکنار است. مواد مخدر قاتل خاموش. نگرانی ها از افزایش اعتیاد جوانان به مواد مخدر رو به افزایش نهاده. البته در افغانستان و اعضای شورای ولایتی هرات میگویند به دلیل عدم مبارزه جدی با مواد مخدر در کشور، هر سال تعداد معتادین که اکثرا جوان هستند افزایش می‌یابد. خلیل نورزایی با گزارش در مورد. اعضای شورای ولایتی هرات این موضوع را بعد از آن مطرح می‌کنند که به تازگی نیروهای امنیتی این ولایت از کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد کیمیاوی خبر می‌دهند. مقام های امنیتی ولایت هرات می گویند این مواد کیمیاوی که بالاتر از 1.5 میلیون دلار ارزش دارد در یک کانتینر از کشور چین بارگیری و بعد از انتقال از مرز بندرعباس کشور ایران زیر نام مواد شوینده و بهداشتی وارد گمرک اسلام قلعه ولایت هرات شده است. یک اراده موتر تیلری که عامل یک کانتینر 40 فوت بوده که از ایران وارد گمرک اسلام قلعه شده بود که تحت نام مواد شوینده که بار داشته که از بعد از سعی و تلاش پرسنل امنیتی مواد مخدر و گمرکات به مقدار 350 بشکه 20 لیتری مواد کیمیاوی اسید آیندراید به دست آمد. نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی میگویند دهقانان افغان تنها کوکنار را کشت و برداشت می کنند، اما پروسس مواد مخدر گیاهی به مواد مخدر صنعتی از سوی مافیای مواد مخدر که در بیرون از افغانستان اصلا صورت می گیرد. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای ولایتی هرات میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در جریان 1.5 دهه اخیر بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و همه ساله بر شمار جوانان معتاد به مواد مخدر در این کشور خصوصا ولایت هرات افزوده می شود. مافیای مواد مخدر تلاش دارند که اجزای تشکیل دهنده مواد مخدر صنعتی از بیرون از کشور داخل افغانستان کنند. ما مثلا
از اسیدی که برای تولید مواد مخدر صنعتی استفاده میشه، از تیولینی که استفاده میشه، از فسفر که استفاده میشه، اینا موادی هستند که در داخل افغانستان تولید نمیشه. اینا موادی هستند که از بیرون مافیای مواد مخدر اینا رو داخل میکنن، در داخل افغانستان از ناامنی‌های فعلی اینا سوء استفاده میکنن و همین مواد مخدر صنعتی تولید میکنن و در اختیار جوانا و حتی بیرون از مرزها باز دوباره انتقال میدن. اما مسئولان قماندانی امنیه ولایت هرات از مبارزه جدی با قاچاقبران مواد مخدر سخن میزنند. آنان میگویند در جریان سال گذشته شمسی این پنجمین محموله بزرگ مواد کیمیاوی است که قبل از انتقال به ولایت‌های جنوبی افغانستان از سوی کارمندان پلیس مبارزه با مواد مخدر شناسایی و توقف داده میشود. به هیچ عنوان به کسی و به گروه‌های اجازه داده نخواهد شد تا کار کشت، قاچاق، ترافیک و همچنین فروش مواد مخدر در نقاطی که تحت مسئولیت پلیس هرات است انجام بده و اداره پلیس همچنین به قاچاقبران مواد مخدر هشدار میده که با هر شگرد و نیرنگی که خواسته باشند مواد مخدر یا موادهایی که از او در تهیه و پروسس مواد مخدر استفاده میشه به نحوی وارد ولایت هرات کنن، محموله ها متوقف و با اینا برخورد جدی صورت خواهد گرفت. پیش از این مقام ها در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز گفته بودند کشورهایی که مواد اسیدی را برای تولید انواع مواد مخدر به افغانستان وارد می کنند عاملان اصلی افزایش کشت مواد مخدر در این کشور هستند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات. اپلیکیشن خاصی که با گزینه هوش مصنوعی ساخته شده است از جنبش زنان به نام میتو یا من هم الهام گرفته است. این بار برای مبارزه با آزار و اذیت در محل کار این اپلیکیشن میتواند برای افراد کمک نماید تا جزئیات آزار و اذیت را به طور خصوصی بدون این که به خاطر تبعیض و آزار و اذیت جنسی و بخش اداری سازمان های مربوطیشان خبر دهند ثبت کنند. شرح بیشتر در این گزارش. زمانی که جنبش مدنی زنان با شعار میتو یا من هم در سراسر جهان جان گرفت، دکتر جولیا شا تصمیم گرفت تا از طریق تکنولوژی برای کارمندان زن که هراس دارند از آزار و اذیت در محل کار و تبعیض خبر دهند کمک کند. سپات یا نشان دهید راه کمک برای کسانی است که خاطرات خود را به شکل شواهد ثبت کنند. به عنوان دانشمند حافظه من از طریق مصاحبه می خواهم برای همچون افراد کمک کنم تا احساساتی را که از آزار و اذیت دارند بشکنند و با جنبش میتو متوجه شدم که ما باید به مردم کمک کنیم و از طریق سپات یا ثبت معلومات در مورد وضعیت روحیشان از آزار و اذیت در محل کار احساسات منفی آنها را از بین ببریم. Almost no one reports harassment. با ساختن صفحه مکالمه یا چت بات به نام اسپات از تجربه افراد سوال می‌گردد. این گزینه مجانی بوده و افراد بدون اینکه هویت خود را افشا کنند می توانند جزئیات را ثبت کنند. مکالمه با هر شخص را 10 دقیقه طول می‌کشد و به کاربر مشوره داده می‌شود تا هر چه سریع‌تر قبل از اینکه از حافظه آنها برود گزارش خود را بنویسند. But it's common to be worried about reporting. سپات کلمات و عبارات را مشخص می کند و وقتی شما بگوید رئیس من، بعد سپات می گوید او شما اشاره کردید رئیس شما، می شود کمی بیشتر معلومات دهید. این سوالات تحقیق است، اما در واقع همه سیستم عامل سپات مصاحبه ذهنی است که برای تازه ساختن حافظه در نظر گرفته شده است. تکنیک مشابه است که توسط پلیس های آموزشیده برای به دست آوردن معلومات مهم از افراد استفاده می شود. موقعی که مصاحبه با اسپات تمام شد، برای کاربر راپور کامل مکالمه از طریق ایمیل فرستاده می شود تا کاربر آن را به عنوان ثبوت در آینده استفاده کند. از طریق مکالمه اسپات یا گزینه هوش مصنوعی، تحلیلگران پاسخ کاربران را برای دیدگاه کامل از وضعیت کاربر بررسی می کنند. بانک روانشناسان از روند مصاحبه ذهنی برای درک وضعیت کاربر استقبال کردند، اما ایما شارت می گوید او نگران است که از نظر روانی افراد تحت فشار قرار گیرند نسبت به اینکه با کسی به طور زنده در این مورد صحبت کنند. I do have some feelings of caution about it, certainly, because harassment.
ما تا حد احساس میکنیم که باید محتاط باشیم، به خاطر که موضوع آزار و اذیت تحت فشار قرار گرفتن شخص ناراحتی به بار میآورد و به طرز فکر شما قضاوت و توانایی تحمل پذیری در همچون حالات تاثیر میگذارد. هرگاه از طریق انسان این سوالات مطرح نشود و افراد در منزل در کامپیوتر یا ناوقت شب این کار را انجام دهند، ممکن تاثیر ناگواری داشته باشد. اما دکتر شاه مصمم است که شرکت‌های مختلف با استفاده از اسپات بتوانند مسئولیت کارمندان خود را دور از آزار و اذیت در محل کار تأمین کنند. در آینده واقعا امیدوار هستم که پل ارتباطی معیاری گردد که به نظرم تا جایی که می‌دانیم کارمندان و شرکت‌ها به اندازه کافی مکانیزم گزارش از آزار و اذیت محل کار را ندارند و امیدوارم طی 5 سال آینده این گزینه اسپات به عنوان وسیله بهتر برای صحبت با کارمندان دفاتر در مورد آزار و اذیت در محل کار مبدل گردد. دکتر شاه میگوید به خاطر که برای کارمندان نشان داده شود که موقعی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرند به وضعیت آنها رسیدگی صورت میگیرد. بانک دکتر شاه معتقد است که این گزینه بدیل روانشناس نیست، اما با رسیدگی گزارش ها کار برای دکتران نیز اضافه خواهد شد. جینا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. دوستا، اماکن عبادت مثل کلیساها، کنیسه‌ها و مساجد به نحو اعمار میشن تا عقیده و باور هر کتله را به شکل احسن و کامل آن انعکاس بده. توجه نمایید به گزارش در مورد طرح داخل یک مسجد ویژه در منطقه سلیمانیه کشور عراق. در عصر دیجیتالی وقتی معمار مسجد را با یک برنامه کامپیوتری طراحی میتواند، نهرا قدیر به واسطه هنر خوشنویسی و خطاطی روی دیوارها را رنگین و مزین میکند. این کرد عراقی ساعتها را با تمرین در نقاشی و خوشنویسی متن و موضوعات ادبی با دست سپری مینماید. حکو سنگی گرانی ایشکش لکار دستیکه چونکه ارزش حقیقی احرفه با نوشتن با دست نکاس میابد، اما کاغذهای دیواری و یا نقاشی ها توسط ماشین تهیه میشود که فرمایش داده میشود. استفاده از کار ماشینی میتواند انجام شود، ولی تا وقت دوام میابد که امارت پابرجاست. قدیر از 22 سال پیش خوشنویسی زبان عربی را تمرین میکند و در این هنر احساس و انگیزه خاص دارد. هنر عشق است، بدین معنی که اگر کسی ظرفیت و استعداد آن را نداشته باشد، وی به این حرفه ادامه دادن نمیتواند. کارهایی را که من انجام میدهم، عشقی که به این هنر دارم وابسته به اراده و عزم من است که آن را به شوق انجام میدهم. در نبود تصاویر رنگه، هنر خوشنویسی و تاریخ اسلام به یک جنبه ناهمانگی مبدل می شود. هنر بریتیه لعرم کردنوی روحکان. هنر صلح را برمغان می آورد. وقتی شما برای عبادت به خانه خدا می آیید، در ضمن این هنر می تواند شما را در اینجا آرامش روحی ببخشد. هنر خطاطی باستانی زمان توجه را جلب می نماید که به جزئیات توجه دقیق شود. در جهانی که امروز به سرعت روان است، هنرمندان مثل نهر و قدیر تلاش می ورزند تا در کارهایشان با دیگران همگام باشند و هنرشان را زنده نگه دارند. خدیجه همال کوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. بال هم فشرده از رویدادهای جالب جهان از همکارم خدیجه هما علی کوزی. اوکراین. حدود 75 زن از 19 کشور جهان نمایش جالب سقوط آزاد با پاراشوت را در اوکراین انجام داده و ریکارد جدید جهانی را قائم کردند. سقوط آزاد این زنان 90 ثانیه طول کشید و در این مدت آنان 3 بار تغییر شکل و موقعیت دادند. آمریکا، خرس وحشی در ایالت کالارادو زمانی که دروازه این موتر باز بود داخل آن شد و همه لوازم را تخریب کرد. سپس مسئولان توسط چنگک و ریسمان از فاصله دورتر قفل موتر را باز کردند تا خرس از داخل موتر بیرون شود. آرژانتین، گابریل آردیا در یکی از سلمانی های مشهور شهر بونس آیرس به صفت آرایشگر کار میکند و مشتریان از کارش راضی و خوشحال هستند. گابریل با اینکه از آرنی و پایان دست ندارد، اما خود را ناتوان اس نمی کند و در چندین رقابت سلمانی شرکت ورزیده است.
چین جشنواره سه روزه مشعل در سیچوان چین برگزار شد که در آن سیاحین نیز شرکت داشتند. شرکت کننده ها در این جشنواره بیش از 10 مشعل را برافروخته و با موسیقی و رقص از این سرگرمی لذت می‌بردند. بخش دری در همینجا به پایان میرسه. از همراهیتان جهان سپاس. اما نشرات تلویزیون آشنا در نیم ساعت بعدی به زبان پشتو ادامه داره. همکارم سمیع الله جلالزای میزبان شماست. آقای جلالزای سلام بر شما.